تو حقیقته، خوشحالی که زحمته، هرچی باشه کمیته، آنه نباید زحمته، شادی تو حقیقته، خوشحالی که زحمته، هرچی باشه کمیته، آنه نباید زحمته. خواداره ما به پلی خنده خنده مانه بازه آبه تره بیا خنده مانه، داره ما به پلی خنده خنده مانه بازه آبه تره بزن خنده مانه. از امروز زندگی رو میبینم به چشم بدیده، قر نزنم قر نزنم پشت کنم به مشکلات عدیده، هرکی نخنده تبعیده برای درسته یه تحقیده، بیوفتی رو خنده شدیده دل در بگیری بعیده. داره ما به پلی خنده خنده مانه به نام خدا. سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خنده بانم. خنده 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 تو به دلم میاره، خنده 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 بانه شادی رو لکیاره، خنده 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 بانه تو به دلم میاره، بفرمین حالتون چطوره؟ عالی. داره شوش. حال منم عالی. حال خندبانه تو خونه چطوره؟ عالی. حال آقای امیر فضلی چطوره؟ مزخرف. چرا؟ همیشه همینو بگین شما. و حال مطبوعات چطوره؟ عالی. راست میگین؟ اینم جواب درستش بود. خب خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم، خیلی خوشحالیم تشریف آوردید و قدم سر چشما گذاشتین. به مناسبت روز خبرنگار، اون برگر لطفاً به هم بدید، ما به همه رسانه‌ها خبر، همه سایت‌های خبری، همه خبرگزاری‌ها، همه روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، همه دعوتنامه فرستادیم و خواهش کردیم که به مناسبت روز خبرنگار تشریف بیارن اینجا دور هم دیگه باشیم، هم جشنی بگیریم و همین که حرف بزنیم راجع به این حرفه بسیار بسیار مهم و خیلی قدیمی و خیلی مؤثر، و این که خوش بگذره بهمون، حرفای مهم بشنویم، بگیم نقدی هست، نکته‌ای هست و چیزی رو باید به هم دیگه منتقل بکنیم اتفاق بیفته. به نظرم موقعیت خوبیه و اصولا ما سعی میکنیم همیشه حواسمون به مناسبت‌ها و موضوعات، حرفه‌های مختلف و اقشار مختلف مملکتمون باشه. خب از مجموعه دعوتنامه‌هایی که ارسال شده، این عزیزان تشریف آوردن، بقیه حالا یا نتونستن، شرایطی نبوده و و و و و و دلایل مختلف که ما خیلی فضولی نمی کنیم چیه، واقعیتش هم نباید بکنیم، نیومدن. ولی عزیزانی که اومدن رو من تشکر میکنم، عنوان میکنم که نماینده اینها اینجا هستند: روزنامه تفاهم، هفته نامه پرونده، هفته نامه صبح صادق، خبرگزاری دانشجو، سایت فیلم نت نیوز، باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان، روزنامه اقتصاد برتر، روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک، تهران نیوز، روزنامه شروع، روزنامه راه مردم، روزنامه حمایت، خبرگزاری هنر آژمان، خبرگزاری هنر آژمان، خبرگزاری بسیج، روزنامه قانون، سایت خبر تصویری، پایگاه خبری ماهی نیوز، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری مهر، روزنامه خبر ورزشی، روزنامه اقتصاد برتر، هفته نامه فوتبالیستا، روزنامه تجارت، سایت تجارت آنلاین، روزنامه قدس، روزنامه صبح نور، روزنامه جوان، روزنامه همشهری، روزنامه ابتکار، خبرگزاری سلامت، روزنامه عصر ایرانیان، ماهنامه ورزش شواها، ماهنامه ورزش و زن ایرانی، درست گفتم؟ و همین. بقیه هم که تشریف نیاوردن جاشون خالیه، یادشون میکنیم و
شادی برنامه امشب رو کلا قراره که کلا به خانواده مطبوعات و و و و و هر کس که در این مجموعه داره تلاش میکنه و زحمت میکشه، حتی اونهایی که روزنامه رو در روی دکه هاشون میفروشن، به اونها هم و خانواده هاشون تبریک میگیم. شادی برنامه رو تقدیمشون خواهیم کرد. متشکرم. خودتون رو لطفا تشریف کنید. واقعا خبرنگارها و این خانواده مطبوعات بسیار بسیار مهم و مؤثر اگر نبودن خیلی چیزا لنگ میشد، واقعا لنگ میشد. خیلی کارهای مهم میکنن. یکی از کارهای مهمشون اینه که واقعا پیشنویس تاریخ رو مینویسن و اینکه تاریخ تحریف نشه برای آینده و آیندگان. چیزی که داره اتفاق میفته، رخدادها، موضوعات مختلف، وقایع مختلف، مناسبت‌های مختلف، اتفاق‌های بزرگ توی شاخه‌های مختلف، چه توی عرصه فرهنگ و هنر، چه تو سیاست، چه تو اقتصاد، چه تو ورزش و و و و و رو ثبت می‌کنن و ماندگارش می‌کنن تا بعد در آینده بعدها بتونن بخونن ببینن چه گذشته. به علاوه این که ترجمه موضوعات و مفاهیم بین دولت و مردم رو ایجاد میکنن. اگر واقعا اگر خانواده مطبوعات نباشن و خبرنگارها نباشن، خیلی از موضوعات مردم به گوش مسئول نمیرسه و این اتفاق رو این خانواده بزرگ و مهم انجام میده. و همینطور برعکس، موضوعات مسئول و دولت رو به مردم میرسونن و ترجمه میکنن طوری که مردم بتونن متوجه بشن دقیقاً یک مسئول یا یک دولت روی یک موضوع داره چی میگه و چه موضع‌گیری داره. اجازه بدید که شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به همه خانواده مطبوعات، رسانه و خانواده هاشون. موافقین؟ بله. پس به احترام خودتون بلند میشیم. به افتخارتون. متشکرم. بفرمایید. بفرمایید. واقعا به دور از مواضع سیاسی که الان اینجا میتونن باشن، یعنی چه از چپ چه از راست و میانه و غیره، امشب میخوایم برای کل این خانواده سعی کنیم که تبریک و تشریف بگیم و جشن بگیریم. خب شما میتونید که تشریف ببرید توی صفحه خاندوان تو روبیکا. اون بالا سمت راست یک گزینه‌ای وجود داره به اسم اینجاشو دوست داشتم. هر جاشه که دوست داشتین اونو شما میتونید روش انگوش بزنید. این لایک کردنه. ما متوجه میشیم شما کجاهای برنامه رو بیشتر دوست داشتین. پس همونجوری که نشستین گوشیرم بگیرین دستتون. اینو بزنین. برنامه رو نگاه کنین. ولی اینو بزنین و در این حال بدونید که ریالی از شما اینترنت کم نمیشه. کاملا رایگانه. اصولا همه این رو هزار دفعه گفتم، هزار بار دیگه هم تکرار میکنم، شما برای استفاده از 780، شما برای استفاده از روبیکا ریالی هزینه نمیکنید. کارهایی که باید انجام بدید بابتش، مثل خریدن شارژ، مثل خریدن بسته اینترنتی و و و، اسمش روشه، میخرینش، تموم شد رفت، آگاهانه خودتون. خب موافقین قرعه کشی بکنیم؟ بله. نه پس جایزه بدیم، کیف داره دیگه. آقای شاه حسینی، خیلی ممنونم. مخلصم. 59. سلام. مخلصم. قربونت میشم. از کجایی؟ فیلم نت نیوز. فیلم نت نیوز. چطورین؟ مرسی، ممنون. مخلصم. اسمتون هم میگین؟ احمدرضا معراجی. آقای معراجی بفرمایید. یه عدد بگیم ببینیم چه جایزه ای میگیم. شماره 7. 7. خودتون و 4 تا از همراهانتون مهمون خندوانی میرین، یه تئاتر میبینین، کیف میکنین ان شاءالله. 14.
نگار مظاهرپور. مظاهرپور. خانم نگار مظاهرپور بفرمایید. شماره 11. 11. چطوره؟ خوبه. دوست داری؟ بله. آره باحاله. منم میام تو عکستون که منم باشم. منم دوست دارم با جناب خان عکس بندازم. خب بفرمایید. 69. سلام. سلام مخلصم. بگید از کجایین؟ از هنر آژمان. بله خیلی خوش اومدین. مرسی. اسمتون؟ فاطمه فردوسی. خانم فردوسی عدد؟ شماره 10. شماره 10. خیلی متشکرم. من یه ساعت مچی خیلی خوب و باحال تقدیم به شما. مخلصم. اونو بردارین اینم شما بگین ببینیم چه خبر. فکر کن 60 که خودت در میاد. 85. خانم تقی نژاد شماره 6. خانم تقی نژاد شماره 6. شماره 7. 7. 7. 7 گفته شده. 13 که نحسه. نیست بابا. 13 که نحس نیست. نیست. 13 که نحس نیست. آقا من پذیرایی شدم. متشکرم. من میومدم چای خوردم با شیرینی. امیر فضلی این خیلی جایزه باحالیه. چیه؟ شما تا سقف 40,000 تومان هر روز به مدت 1 ماه از هر رستورانی میتونید غذا سفارش بدید. این خیلی باحاله. من تشکر میکنم. آقا خودش 1,200,000 تومان جایزه است ها؟ خیلی ممنون. تشکر میکنم. خواهش. من میخوام این جایزه رو بدم جایزه بدم به یکی از بچه ها اینجا. پس بذار من یکی هر کی در بودم. موافقی؟ ها باشه. شماره هر کی در اومد. آره موافقی این شماره هر کی در اومد. آره من میکشم. آره بکشیم. یه شما بکشیم. 16. به اسم شما شد. نه این خورده چاقه. به یه لاغر بده. دیگه قرارمون این بود دیگه. مال ایشون شد. آقا مال شماست. مرسی. اسمتون؟ ماهان فرانی هستی. خیلی هم خوب. بریم بیایم. 1 2 3. خان 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 خنده بانه بخند خان خنده داره مت 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 متاسفانه زندگی همین علانه خان خان خنده بانه بخند خان خنده داره مت 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 متاسفانه زندگی همین علانه. بایرم جان برو برو داشتین چی کار میکردین؟ دود میکردم. نه به نظرم خودکار میکشیدین جان. خودکارم
حالا که دیگه آخه بعد چرا خاموشش کردید؟ اومدی دیگه تابلو شد افسری خاموش شد یه جزای دورم بره مثلا بری. چطوری؟ خوبم ممنون. خوشحالم ببینم چون این وز جریان چیه؟ این موسیقی و دون بایرام هم میگم. چی هستی؟ دون بایرام. دون بایرام؟ بله. چطور؟ چطور نه؟ مگه شما ایتالیایی یا مافیایی؟ بله مافیایی هم من. ای؟ بله بله. یعنی یه پدرخوانده این؟ بله پدرخواندم. پدر خانواده هم هستم البته. این ترکیب این دوتاست که با هم جذابه. هم پدر خانواده هم پدر خواندم. و پدرخوانده کیا این؟ من در واقع رئیس مافیای لوازم خیاطی آسیام. لوازم خیاطی آسیا؟ بله بله. از قبیل سوزن تگرد. سوزن؟ تگرد. تشگرده. صاف نیستش. من تو صاف باشه من کار نمی کنم. تشگرده. سجاق قفلی. سجاق سر. اینا آره. انگشتونه. دیگه چی؟ دیگه بشکاف. بشکاف و غیره. بشکاف. بشکاف؟ بله بشکافه بیره جلو. جر میده پارکر رو. بله. عجب. بله. خب الان چرا اینجا این؟ الان من یه قرار سری دارم. قرار چی؟ من مجبور شدم اینجا پوشش بدم خودم. پوشش بدی؟ بله بله مجبورم. قربونت همه خبرنگارم. خبرنگار باشم من. من یه قرار گذاشتم باید بیام محموله هم تحویل بگیرم. محموله تونو؟ بله با محموله تحویل بگیرم. یکی از این دوست داره. ای؟ حالا من دارم باید چشم نظر اونم کیه. مثلا اون ورورایی ور بیاره همه شو دارم بگاه میکنم اونم کیه. محموله تون محموله حالا نمیدونم چیه محموله نمیدونم سنجاق تگرده سوزن تگرده سنجاق سر بشکافه فکر کنم بشکافه بشکاف و غیره است محموله که باید تحویل بگیرین بشکاف و غیره بشکاف و غیره است حالا نمیدونم آدمه کیه آدمه چه شکلیه پسره دختره جوونه نمیدونم مثلا 40 تا 50 اخلاقش چجوریه هیچی نمیدونم ازش آدم خشنی آدم آرومیه سبیل داره ریش پروفسوری گذاشته نداشته زده آدم خانواده دوستی آدم خانواده دوستی نیستش دست به زده داره یاره خیلی با هیچی نمیدونم ازش من موهاش بلنده موهاش کوتاه نکنه یه زمانی موهاش بلند بود الان کوتاه کرده نکنه کوتاه بود الان بلند کرده هیچی نمیدونم ازش نکنه سنگدله نکنه دست به زده داره هیچی نمیدونم ازش من هاش هم احتمال بودم نکوی باشی نکوی باشی یعنی فرم مثلا رنگ چشم؟ رنگ چشمش آبیه سبز قهوهیه هیچ نمیدونم ازش قهوهی؟ هیچ نمیدونم سه تیپشیه کفش نکتیز میپوشه یا نه کفش گرده یا نه هیچ نمیدونم تاوی بودم کجا بعد میمده تحویل میداده؟ از کجا یعنی کجا اومده این بندر دیگه بندر باید تحویل بگیری نمیدونم بالا بندر باسه بندر گناوست بندر ترکمنه نمیدونم اصلا عجب اصلا بوده بندر های زلیه بندر های باسه هیچ نمیدونم من بندر مجیده بندر اصلا من هیچ نمیدونم من نمیدونم برای زکیه بوده پس چی میدونی راجع به اون طرفی که قراره که این محموله رد و بدل بشه چی میدونی ازش باش تلفنی صحبت کردم خب سش میزد سش میزدش چجوری میگه مثلا اینجوری میگه سه آره مثلا سش میزد سش همش میگه سش میزد همش سش میزد مثلا میگه مثلا چی میگفت مثلا میگفت مثلا سوسر مثلا سالاد و با سس خورد میگفت اینو حالا من چرا پای تلفن یه هایی رو گفت چون اصلا به من رفی نداره سوسن سالاد و با چی خورده پای تلفن یه گفت سوسن سالاد و با سس خورد بعد کسی هم که زینش میزنه چرا بعد اینو بگه نمیدونم چرا اصلاحی داشت اینو بگه حتما بخواستی رو هم کنی دیگه و لباسش حالا باید برم لباس چی پوشیده چون لباس این لباس رنگیه آدم میگه دو بله لباس رنگی که جو مثلا خفتش کنم برم محمول رو بگیرم و برم آره قشنگ سش میزد فش هم سش میزد شیرش هم سش میزد باز ریش هم جاره بگه سش میزد باز یعنی رینش رینش جارم یعنی ریش هم مثل سی رش هم مثل سینش میزد؟ میزد بله یعنی رش چجوری بود؟ سه فش چجوری بود؟ سه ب سه ج سه همش میگو سه و اصلا حروف به کارش نمیاد فقط میگه سه
این اره درگه در که بره سری بازاره. آره فکر میکنی بین این دوستان کسی اهل این باشه؟ اهل کی باشه؟ این همشون خبرنگارن. خبرنگار باشه اما محموله است از بندره تحویل گرفته میخواد بده ببند. حالا باید تبریل بکنم. خب یکی جایران رشون بکنم من چه شما هم تا قبل از اینکه بیاد سه چهار نفر رشون کرده. مثل کیا؟ آبیه آبی پوشیده آبی تو پولیزه آبیه آبی پوشیده. شما میکروفون بده میشه بگی سوسن چی بود؟ سوسن سالاد با سس خورد بگو لطفا. سوسن سالاد با سس خورد. از کجا برام با سس خورد؟ عزیز من نه از کجا برام؟ آقا موضوع جمعه مهم نیست. شما با سرکه خورده از کجا معلوم؟ یه لحظه اجازه بده مضمون الان مهم نیست موضوع جمله مهم نیست میخواییم ببینیم سینش میزنی یا نه؟ من دنبالی را من باید بگم چی به چیه؟ نه تو چشاتون رو اینجوری میکنی؟ عصبی شدم تو سوزن دیگه... سرادو با سوز خورد یعنی چی ازم؟ دیگه... سر نخوره دیگه کیو فکر میکنی؟ یه ذرم بالاتر بشینی جوراباتون منو کشته با بله باید میدادم تو واردات جوراب بهترین بود اشتباه کردم بیدونسته دیگه ها ریسک کردم دفعه دیگه بودم اینقدر پول دارم اینقدر میشونم کارهای مقدم بکنم چقدر پول دارین؟ خیلی نمیدونم بشمارم. شما همیشه خیلی پول داشتین نه؟ همیشه نه یه بره یه ها پول دار شدم و ندید بدید هم از سیناره؟ بله و زد و بند و چی؟ زد و بند کردم یعنی با زد و بند پول دار شدم؟ بله قطعاً با زدوبر مدرکم گرفتم با زدوبر به نونوای رسیدم با زدوبر ویلا خوله ماشین پول 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 همه یه روح هم باشه جا قصه شدم دید و عاشق بوزینس هم هستم. عاشق؟ بوزینس. بوزینس یعنی بیزنس با یکی دیگه به کی؟ آقایه که آلبالوی پوشیده. آلبالوی نداریم؟ آلبالوی پوشیده آلبالوی روشنه به زرد داره بیزنه. آلبالویی روشنه به زرد میزنه پوستش که آلبالوییه. بفرمی پوستش که باید بگم پیره بگید سوسن سالاد با سس نه این رگه چی بگه؟ بگو تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر اینو بگه اینو بگه من سهش رو میفهمم خودم خود جمله من سهش رو میفهمم اصلا سه نداره اون تیر نداشته باشه من باید بگم تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر گو تیر تیز کن تبر از تیغ تیزتر ای بابا نه باید بگه باید بگه باید بگه یه لحظه آروم باش بایرام جان من معمولم تو بندر گیر کرده میفهمم نمیفهمی عزیزم من دارم با تو همکاری میکنم عزیزم آروم باشی دو تا پاکست سیگار کشیدم در از خودکار کشیدم خودکار کشیدم ریا به هم ریخته با خودکار ریاش به هم ریخته شده بجا بگه بگو عزیزم بگو تیر و تبر ببر به تیر چی؟ به تیر کی؟ مهمه تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر تیر و تبر ببر ببر تیر تیزگر پیر تیزگر پیر تیزگر تو مشکل آیکیو هم داری تو اصلا جمعه نمیذارم از هم کنم الان ایشون هست یا نیست؟ نیست نه نه نیست ایشون همه حروفش میزنه اون سیرش فقط میزنه کی دیگه؟ یه کدوم که خودت هم هستم اشکوکی بهش مثلا از اولی که برابر ساختی گفتی آقا حال نمی کنم با خبره بلنشین لطفا مشکو آفرین منم آفرین منم هم زدنم ایره آفرین میگم بلنشین آفرین هم آقا که پیرنه سفت پوشیده درست انتخابش کردی درسته؟ بله سفت پوشیده دستم در خدمتتون چی من بگم؟ چی بگن؟ بگو شیش سیخ جیگر شیش سیخ جیگر سیخی 6000 کجا 6000 سیخ جیگر از هر نیست که این قیمت چی بگن نیست این قیمت بگه قیمت جیگر چنده شیش سیخ جیگر سیخی 4000 تومن 4000 تومنه هر سیخ 4000 تا واقعا جیگر شده سیخ همجوری گفتن آها سیخی الان 5 جیگر چند شده جیگر چنده کی میگه جیگر چند شده 2500 چقدر 2500 چقدر 2500 2500 شده بگو 6 سیخ جیگر سیخی 5 تومن باشی نه اون هم ایشون هم نیست؟ نه نیست معلومه نیست اون رو شوخی گرفته من فهمیدم شوخی کرد با پرفسوری پرفسوریه قاطی داره پرفسوریه که ترکیبیه کنارش هم چی دید
گلارایی کردی کنارو. بگین چی بگن؟ بگین که پیپ پیپ بابا بزرگه رو بگن. اینو بگن. شما بگی بشو. شما بگو که بگی پیپ پیپ بابا بزرگه. پیپ پیپ پاپا بزرگه. پاپا بزرگه. پیپ پیپ پاپا بزرگه. پا بزرگه. پیپ پیپ بابا بزرگه. پا بزرگه. بابا بزرگه نه. پیپ پیپ بابا بزرگ نیست. ما یه آدمی که پاش گنده. بابا بزرگ نیست. الان چیکار کنه؟ خودش. ایشونه؟ نه خودت. منم؟ بله. آتیش بکشو در استودیو تو میرم بیرون. نکن این کارو. چرا نکنم؟ قلبا داره نر بگیره. بگم بیان ببرن تو منم بگو بیا یه کات بدم بیام کمک یه کمک بابا بفر چی شده جز گیره میرم بله کن بله بریم بیان بریم بیان یک دو سه بخند که خنده ها حالتون چطوره؟ حالی خدا رو شکر روز خبرنگاره و تک تکتون تبریک میگم چه شما که اینجا این چه شما که در اینجا نیستین در منزلین یا محل کارین یا هرچی خب قرار شد که میکروفون رو بگردونیم برای کسایی که چیزی میخوان بگن یا نقدی به خندوانه دارن نکته مثبتی دارن یا هر چیزی که وجود داره یا اصلا میتونه موضوع به خندوانه ربط نداشته باشه یک موضوع صنفی باشه لطفا کسایی که میخوان بگن دست بالا شما بگین اول خودتون معرفی کنین از با سلام و بله. تبریک روز خبرنگار به نام سعادتیان هستم از پایگاه خبری ماهی نیوز میخواستم بگم که اکثر خبرنگارا واقعا در یک محیط بسیار پرآشوب و بسیار پرسر صدا دارن کار میکنن چند وقت پیش از استان خوزستان با من تماس گرفتن خبرنگاری گفتن که سر این قضیه ریزگردها من واقعا خبرنگار باید از حقوق شهروندی مردم دفاع بکنه با ایشون خیلی برخورد بدی شده بود در همین تهران به خاطر همین مالباختگان خبرنگاری بودن که بازم همین برخورد باشون شده بود اگر واقعا رسالت خبرنگاری به اصطلاح دسترسی به راه آزاد ارتباطی هستش و باید خبرنگار بتونه حرفشو بزنه چرا قانونی در جامعه ما تصویب نمیشه که از حقوق خبرنگارا واقعا دفاع بشه متشکرم سلام من مهدی فرهمند هستم عکاس مطبوعات من میخوام از جانب عکاسان مطبوعات چون عضو انجمن هم هستم عرض کنم که وضعیت عکاسان خیلی وضعیت خرابیه اکثر بچه‌ها بیکار شدن اکثرا چون که ما دوربین دیجیتال که اومد خیلی کار راحت شد اکثرا کسایی که اصلا واسه اولین بار دوربین دست گرفتن شدن عکاس و چند تا خبرگزاری داریم که چون بودجه دولتی دارن عکس رایگان میذارن روی خروجی خبرگزاری و خیلی راحت مطبوعات استفاده میکنن الان هم که دیگه دوربینا موبایل ها دوربیندار شده و به خبرنگار میگن خواهر با دوربین با موبایل دیگه عکس هم بگیر بیار دیگه بچه ها خیلی وضع کارشون خراب خیلی تعدیل شدن و به کارهای دیگه رو آوردن ممنونم سلام من فاطمه سادات موسوی هم من پدرم یه خبرنگاره و از سختی ها این کار خیلی مطلعم و میدونم که چقدر سخته و از همینجا میخوام بهش تبریک بگم روز خبرو و بگم با واقعا خسته نباشی باشد محمد رضا مدنی هستم از خبر ورزشی در ادامه صحبت این خانم محترم خواستم منم از خانوادم عذرخواهی کنم بابت اینکه اگر نتونستم با حقوق ناچیز خبرنگاری خواسته هاشون رو برآورده کنم و این روز رو به همه همکاران تبریک میگم سلام من یه جمله کوتاهی میخوام به مردم عزیز ایران بگم با حذف کردن کتاب سینما نرفتن تئاتر نرفتن روزنامه نخوندن حال ما بدتر خواهد شد به ما اعتماد کنید ما فرزندان این ملت هستیم خیلی ممنون با سلام ارجنگ این فضی هستم خبرنگار آزاد از روزنامه در بطن مردم او چه عنوان جدید پیدا کرده خب عرض بخدمت من یه چند تا مسئله رو عرض کنم خدمتتون ببین من مشکل ما خبرنگارا اینه که عده‌ای از خبرنگارا که همش مینالن و میگن آقا چرا ما این مشکلات داریم مشکلات از خود خبرنگار است خبرنگارا کارشون رو خوب بلد نیستن
عرض بخیر ببخشید این دست شماست، من بلند صحبت میکنم صدا میرسه. عرض بخیر ببین مشکلات شما خبرنگارا اینه، کارهایی رو نباید بکنید که کارهایی رو میکنید که نباید بکنید. یعنی ببین شما خبرنگار کار خودش رو بکنه، تو کارهای دیگه دخالت نکنید، مسئولین هم بعد دیگران هم کار خود، مدیرا کار خودشونو، آقای جوان کار خودشه، هر کی کار خودشو بکنه. کارهایی که نباید بکنی، گیرهای عجیب میدی نباید بدی، پرپای مسئولین رو میپیچی نباید بدی، سوالهای بی ربط میکنی نباید بکنی، پیگیریهای نادرست میکنی نباید بکنی، تو سوراخ هر سوراخی سرک میکشی نباید سرک بکشی. نه زمان اینا همش کار شما نیست، وظیفه خبرنگار این چیزا نیست، از این کارا انجام میدی بعد یه مسئول حواسش پرت میشه داره چک مینویسه 3-4 تا نقطه اضافه میشه. آره دیگه سوال آقا، سوال بی ربط گیر آقا، مسئول حواسش پرت میشه کلید صندوق مثلا بازنشستگان گم میکنه. اینا همش مشکل اصلی خود خبرنگاره، خود خبرنگار خودتون خودتون درست کنی. خدا به سر شاهد آقای جوان، من یک سال تو یک مطبوعات کار میکردم، یکی از فامیلا من آشنا بود گذاشت اونجا، انقدر خوب بود که هنوزم که هنوز هست به جان خواهد، انقدر خوب بود که هنوز ببین صبح میرفتیم صبحونمونو میخوردیم، نهار میخوردیم، شام میدادن بهمون، بچه‌ها میرفتن سر کوچه مثلا از گل کوچیکه بچه‌ها یه خبری مینوشتن و اینا، از گل عکس مینداختن میذاشتن اینا، همه چیمون هم به راه بود. مدیر مسئول صاحب امتیازم خودشون اون زنگ میزد میگفت اینا رو بنویس تو صفحه اول، اونا رو مینوشتیم و هفته دو بارم هم سالی دو بارم میفرستادنمون خارج. من موزه لوبرم رفتم از منو فرستادن اونجا، هیچ بیمه‌مون هم کردن، همه چی هم داشتیم، هیچ کدوم این مشکلات هم نداشتیم. مشکل از خودتونه، کارتون رو درست انجام بدین. متشکرم، نشستم. خدمت همه، این روز رو تبریک میگم به همه دوستان. میخواستم بگم که خندوانه خیلی کمک کرد به بچه های آسایشگاه خیریه کهریزک. ما تو اون قسمت که کار میکنیم کارشناس روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک هستیم، بچه های ما واقعا نیاز دارن به شادی. من هر موقع وارد بخش ها میشم برنامه شما رو میبینم که حتی تکرارش هم دیده میشه. خواستم ازتون تشکر کنم، خیلی ممنون از همه. مخلصیم. من زاره هستم، خبرنگار روزنامه شروع. خواستم بگم درسته که امروز روز خبرنگاره، ولی اگه بقیه بچه های در واقع مطبوعات نباشن، تلاش های خبرنگار دیده نمیشه. توی روزنامه، صفحه آرا، بچه های بخش آگهی یا عکاسا، همه اونا هستن، دست به دست هم میدن که در واقع تلاش خبرنگار دیده میشه. خوبه که یادی از اونا بکنیم. خیلی متشکرم. پس بریم بیایم که بریم رفته باشیم و اومده باشیم رو به اونجا. 1-2-3 بریم بیایم. Alla to bol bada biya khande bana biya bol bada biya khande bana Alla to bol bada biya khande bana Baby injo khande bana Alla to bol bada biya khande bana biya bol bada biya khande bana Alla to bol bada biya khande bana Hey khande bana Alla to bol bada biya khande bana biya bol bada biya khande bana Alla to bol bada biya khande bana Hey khande bana Alla to bol Alla to bol Hey khande bana حالتون چطوره؟ شما خیلی باحالی. خیلی. عرض کنم که مهمان این بار خندوانه از اون دست افرادیه که در بیشتر و تمام اوقات، بالاخره بیشتر یا تمام، در من اجازه بگم بیشتر، در بیشتر اوقات حرفه‌ای و کاریش محبوبیت داشته و این واقعا کار سخت و دشواریه برای اینکه بتونی محبوبیتت رو حفظ بکنی. کلی موضوع و آیتمی وسط نقش داره که بشه این اتفاق بیفته. و یکی از کارهای باحالی که انجام داده تأسیس روزنامه جامعه جمع بوده. خانم آقایان، دعوت میکنم از جناب آقای دکتر حسین انتظامی. Thank you.
سلام. مخلصم، خیلی خوش اومدین. باشه. میخواین حال احوال کنیم؟ بله، خدمت همه همکارای خوبم، چون اینا عمدتا از رسانه ها هستن. بله، همشون همکارا. بعضی ها که کنارشونن خانوادهشون. خب. بله. سلام عرض میکنم از اینکه در جمع شما هم هستم، خیلی افتخار میکنم. مخلصیم، خیلی خوش اومدید. روز خبرنگار بهتون تبریک میگیم و براتون آرزوی سلامتی میکنم. اوضاع چطوره؟ اوضاع مطبوعاتمون چطوره؟ اوضاع با چیزایی بد باید شروع کنیم اول. آها، پس بده. پس اوضاع مطبوعات خوب نیست. چرا خوب نیست؟ خب دلیل زیاد داره، ولی کلا مطبوعات الان تیراژشون متاسفانه خیلی اومده پایین و به هر حال شرایط جوری شده که برای اونها سخته. یعنی از این جهت روزی علت این پایین اومدن تیراژ چیه؟ والا چند تا دلیل میشه براش گفت. یکی این که خب رسانه‌های اجتماعی که اومدن، مخصوصا رسانه‌های موبایل پایه به اصطلاح، طبعا مطبوعات کاغذی رو به حاشیه میرونن، اونا تیراژشون میاد پایین. دیگر این که یعنی به عبارت بهتر الگوی مصرف رسانه مردم عوض شده، این تاثیر میذاره روی تیراژ مطبوعات. سختگیری هم که خب البته هست، اینم کمک میکنه. درست. پس دیگه هم ما داریم که ببخشید وقتی که به اصطلاح مضیقه های اقتصادی به وجود میاد، اولین چیزی که از سبد خانوار خارج میشه محصولات فرهنگی است و از جمله مطبوعات. متاسفانه، درسته. این به وجود اومدن اصولا اپلیکیشن ها و اصولا فضاهای دیجیتال و رسانه های این شکلی، خب مطبوعات رو میتونه که از همون مطبوعات کاغذی و فیزیکی بتونه کم رنگشون بکنه، اونا نباید تغییر شکل بدن، دارن میدن. نه، اتفاقا باید این کارو بکنن، والا محکوم به فنا هستن. آره، دقیقاً. یعنی اتفاقا یکی از ویژگی های عصر حاضر که عصر چند رسانه است، اینی که رسانه جدید باید یعنی رسانه وقتی رسانه جدید میاد باید خودشون رو بتونن شرایط رو وفق بدن و بتونن که از ظرفیت ها استفاده بکنن، یک حالت انعطاف داشته باشن و الا حتما محکوم به شکست هستن. یعنی حتی رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون، اینا هم اگه نتونن از ظرفیت های تعاملی، از ظرفیت هایی که مختص فضای جدید رسانه است استفاده بکنن، اونا هم محکوم به شکست هستن. شما میبینید حتی در برنامه سازی تلویزیون، برنامه هایی که تعاملی تر هست اینا زنده میمونه، اما برنامه هایی که بخواد مثل سابق برنامه سازی بشه اینا طبیعتاً، یعنی اصولاً این نگرانی راجع به تلویزیون و رادیو هم وجود داره به شکل جدی. آیه دکتر انتظامی عزیز، یه ذره از خودتون بگین لطفاً. بچگی شیطون بودین؟ باید چی بگیم؟ هر جوری که دوست دارین. نه، راستش هر چی من شیطون نبودم. من مثلا جز این بچه مثبت‌ها و اینا بودم، متاسفانه. شما شیطونا رو بیشتر میپسندید؟ نه، ما همه دوست داریم، شیطونا جذابتر هست. متاسفانه چون اینجا بست در بزرگی دوچار شیطنه نشدیم اون موقع هم کمتر دیگه. آخه کسی که از اول ذاتش درست در نیاد همینطور اشتباه میرونه. اون موقع هم تصمیم نگرفتیم تغییر مسیر بدیم. من برادرام چرا شیطون تر بودم ولی من نه. یعنی مثلا اونا رو هرس میدادیم؟ اونا رو دیگه طبیعتاً میزدن سر بچه همسایه رو میشکوندن، ما نبودیم جزشون. چند تا بچه بودیم؟ ما پنج تا برادر بودیم. پنج تا برادر، ماشاءالله. و شما کجای این پنج؟ وسط. وسط. دو تا بزرگتر بودن، دو تا کوچکتر. خب و از برادرای من تقریبا دو سال پیش به رحمت خدا رفت و روحشون شاد باشید. ممنونم ازت. بسیار خوب. و بگید که تحصیلاتتون رو چجوری گذروندین، چیکارا کردین؟ من لیسانس و فوق لیسانس هم رشته نفت خوندم. لیسانس هم دانشگاه تهران بودم، فوق لیسانس هم دانشگاه سند شریف بودم، دکتریم و مدیریت استراتژی خوندم. و این یعنی چی مدیریت استراتژی؟ یه اسم دهن پر کنه دیگه. جزء شاخه‌های علوم انسانی هستش دیگه. یعنی به هر حال پس اینه که ما در به اصطلاح مدیریت استراتژی کارش اینه که به اصطلاح موضوعات محوری رو هدف قرار بده، رو اونا متمرکز بشه و به اصطلاح وقت و سرمایه و اینا صرف امور جزئی نشه. روزنامه جامعه جم رو شما تأسیس کردید؟ من بله، مدیر مسئولش بودم. بله. و چه فکر و خیالی براش داشتین روزنامه جامعه جم رو از ابتدا فکر میکردین؟ چه مسئولیت هایی باید داشته باشه؟ ببینید، در صدا و سیما به صورت سنتی خب سازمان رادیو و تلویزیونی
ایران بود دیگه. در واقع هنر اصلی رو آقای دکتر لاریجانی داشتن موقعی که رئیس سازمان صدا و سیما بودن. ایشون تصمیم گرفتن که یه مدیوم دیگری در کنار مدیوم رادیو و تلویزیون اضافه بکنن. اون موقع در شورای معاونین سازمان در نزدیکانشون خب خیلی ایشون تحذیر میدادن از این که وارد این عرصه رقابتی بشه، چون سالهای مثلا فرض کنید وقتی بود که بیشتر صدا و سیما مورد انتقاد بود که مثلا فرض کنید بدون رقیب و انحصاری عمل میکنه. دوستانی که بهشون گفتن گفتن اگر شما وارد یک عرصه رقابتی بشی، چون روزنامه‌های دیگه هم وجود دارن، وقتی اگه این روزنامه نگیره برای آبروی صدا و سیما خوب نیست. خب ایشون ریسک کردن، اعتماد کردن، خیلی هم همیشه با محبت و پیگیری کار رو دنبال میکردن. طبیعتا اون تیمی که در روزنامه جمع شدن بچه‌هایی بودن که حرفه‌ای بودن، یعنی عمدتاً برآمده از روزنامه‌های موفق بودن، یه جمع خیلی خوبی بود. تعریفی که اونجا شد این بود که یه روزنامه اجتماعی‌تر باشه. اگه خاطرتون باشه در اون سال‌ها عمدتاً روزنامه‌های سیاسی حضور داشتن و خیلی هم کارشون گرفته بود، و اینکه یه روزنامه بیاد بر مثلا خلاف جهت و خلاف آمد عادت کار بکنه خود دور از ذهن بود. منطقه خب روزنامه جامعه جمع مبتنی بر وجوه ممیزه خودش کار کرد که عبارت بود از اتکاش به تلویزیون، بنابراین میتونست برنامه های رادیو تلویزیونی رو بیشتر معرفی بکنه، برای مردم هم جذابیت داشت و به حوزه‌های اجتماعی هم بیشتر توجه کنه. شاید رمز اصلی توفیقش این بود و اون موقع به تیراژ نزدیک 500,000 هم رسید که در واقع روزنامه اول کشور شد، که همش رو همت اون دوستان و همکارانی که با من بودن در واقع زحماتش رو کشتن، پوزش رو من میدم. الان چند وقته که شما دیگه توی جام جم نیستین؟ من تا سال 84 روزنامه جام جم بود. الان وضعیت جام جم چطوره؟ الان خب هست، جز روزنامه های خوب کشور هست، اما خب عرض کردم طبعا همه روزنامه ها با یه افتی مواجه هست. مواجه شده. یه خبرنگار خوب باید چی کار بکنه؟ باید چه دوره ای رو بگذرونه؟ باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه؟ حالا شما چون خودتون رسانه هستین خیلی بهتر از من این پاسخ ها رو میدونید. واقعیتش اینه منهای بحث دانش که در هر حیطه ما باید وقتی خبرنگار وارد میشه در اون حیطه آگاهی لازم رو داشته باشه. خب این یه چیز عمومی هستش، اما اولا فردی شجاع باید باشه، دنبال روشنگری باشه، از اینکه کشف حقایق بشه لذت ببره و هزینه های اون رو هم به جان بخره. بنابراین نوعی به اصطلاح شغلی است که آدم مرتب در معرض فشار هستیه. یکی از دلایلی هم که میگن شغل خبرنگاری جز مشاغلیه که سخت و زیان آوره از این زاویه است، چون مرتب در التهاب هست. و اون فرد باید کسی باشه که عرض کردم از روشنگری لذت ببره، خودش اهل این باشه. شغل نیست در واقع خبر، شغل نیست، عملا نیست. و این فشاره از جانب کیا میتونه بهش وارد بشه؟ خب انواع اقسام. ببینید هم از جهت به خاطر اینکه شما وقتی کار خبری میکنید طبعا جنبه های انتقاد و نقد و اینا همراه هست، یه عده خب نمیپسندن، یه عده حق دارند و نمیپسندند. یعنی وقتی شما مطلبی تهیه میکنید که اون همه وجوه رو ندیدید، فقط از جهت حسن نیت خودتون وارد شدید، خب او حق داره گله میکنه، میگه خب چرا این زوایا رو ندیدید. به همین جهت من تاکید میکنم که خبرنگار و روزنامه نگار باید کسی باشه که دانش لازم رو داشته باشه، مسلط باشه. حتی یه ایده بعضی از دوستان ما دارن که من هم جزء مدافعان این ایده هستم که افراد بهتر تحصیلات دانشگاهیشون در یه رشته باشه، یعنی ضرورتاً رشته روزنامه نگاری نخونده باشن، مثلا رشته فیزیک خونده باشن، اون وقت در سرویس علمی یک روزنامه مشغول بشن. بله، مثلا فرض کنید رشته محیط زیست خونده باشن، در سرویس مثلا اجتماعی روزنامه باشن. و البته دوره‌های روزنامه نگاری، اون کورس‌های لازم رو مثل مصاحبه، مثل گزارش نویسی، این جور چیزا هم طی کرده باشن، و البته حتما زیر دست بزرگتر تربیت شده باشن. یعنی این سیستم استاد شاگردی ما در روزنامه نگاری خیلی بهش نیاز داریم. باعث پختگی میشه.
روزنامه نگار بله روزنامه نگاران قدیمی ما تعریف میکنن که اینا وقتی وارد تحریریهای روزنامه میشدن تا یه مدتی حتی صندلی نداشتن، تو تحریر بهشون صندلی نمیدادن. بعد از یه مدتی بهشون میگفتن حالا اینو بنویس، مینوشته جلو چش خودش مثلا مینداختن تو سطل آشغال بدون اینکه بخونن و اینا. حالا من اونقدر ارتدوکسی فکر نمیکنم، اما در صورت این نظام استاد شاگردی باید جدی دیده بشه و شما میبینید روزنامه نگاران برجسته ما کسانی هستن که این سیستم رو به خوبی طی کردن. بله، این اصلا تو حرفه ما هم هستش که بازیگر یا حالا اگر که توی تیم کارگردانی هست واقعا همین مسیر باید طی بشه، یعنی کاملا از پایین پایین باید زمان بگذره، تجربه به دست بیاد و رشد اتفاق بیفته. خیلی ممنون. الان رسانه دیجیتال و اصولا این که الان هر کسی برای خودش یه دونه صفحه اجتماعی داره، میخوایم بگم بیان چیز بکنم اینو شما اگر بله خواهش من لطف کنید و بعدم اگه اجازه بدین کتم هم در بیارم ممنون میشه. خواهش میکنم. الان بله ببخشید خواهش بدید من بعد نه خواهش بدید بگیرم اینجا میذاریم قربان. خواهش ممنون ببخش راحت بشید. خب فرض کنم هر کسی برای خودش صفحه‌ای آره یه صفحه داره و شروع میکنن اخبار رو از این طرف از اون طرف تهیه کردن، بعضیا با موبایلشون فیلم میگیرن و یه تحلیل صوتی هم میذارن روش و حالا غیر از این بعضی وقتا هم یه تکست یه متنی میاد بعد یک خبری حاوی یک خبر یک موضوع بعد همینجوری هم منتشر میشه اینور اونور، بعد معلوم هم نیستش که اصلا پایه اساسیش از کجا داره تامین میشه، آیا کارشناسی شده نشده و و و و بعدم اصولا دوز و اندازه و میزان این فضای پاپاراتسی خیلی زیاد شده. بله. اصولا این رو به ما توضیح بدید که فضای خبرنگاری، فضای پاپاراتسی اینا چی هن؟ تفکیک دارن، ندارن و این اتفاقی داره میفته چی؟ بله. فرمای شما چند بخش داره، من با عزتون لطف میکنید تفکیک کنید توضیح. ببینید یکی ما داریم رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی. بله. رسانه های جمعی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات. رسانه های اجتماعی همین که شما اشاره هر کسی میتونه برای خودش صفحه داشته باشه. بله. و از پدیده های مثبت این روزگار هست. خب اما هر پدیده ای ویژگی های خودشو داره. رسانه های جمعی مقوله ای دارن به نام دروازه‌بانی، یعنی شما برای اینکه مطلبی رو از آنتن پخش بکنید، چه رادیو چه تلویزیون، یا تو روزنامه‌تون چاپ بکنید، این چند مرحله رو طی می‌کنه و دست آخر کسی به اسم سردبیر نشسته این رو کنترل می‌کنه. چالش صحتش و دقتش و ارزیابی‌ها همخوانی با به اصطلاح آیین‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای و حتی آیین‌نامه‌های حرفه‌ای اونا رو کنترل می‌کنه. مثلا فرض کنید اگر یه خبری به دستش میرسه او شک میکنه، حتما با منابع دیگه اینو به اصطلاح مواجهه میده و بعد اونو منتشر میکنه، حالا چه رادیو چه تلویزیون چه مطبوعات. رسانه های اجتماعی ما دروازه‌بانی نداریم. یعنی خود فرد، یعنی اون صاحب رسانه که عرض کردم فی نفسه میتونه پدیده مثبتی باشه به خاطری که آزادی به وجود میاره، هر کسی میتونه نظر خودش رو بگه. اما این ایراد رو ممکنه داشته باشه که عملا افراد بتونن بدون طی شدن به اصطلاح دروازه‌بانی مطلبی رو منتشر بکنن. اون وقت مخاطب چون متاسفانه سطح سواد رسانه ما هم پایین هستش، نمیتوانیم به اصطلاح مطلب سره از ناسره رو تشخیص بدیم، در حالی که وقتی رسانه های عمومی هستن بارها شنیدید و دیدید دیگه، میگن این خبر رو تلویزیون اعلام کرد دیگه، یعنی نفس این که تلویزیون اعلام کرد صحیحه دقیقه، اما ما در رسانه های اجتماعی با این پدیده مواجه نیستیم الا مثلا کانال ها یا سایت هایی که مال یه رسانه اصلی هستن، یعنی مثلا فرض کنید یه روزنامه یه سایت هم داره یا یک مثلا کانال داره، چرا به اون هم میشه اعتماد کرد به خاطری که اون سلسله مراتب رو طی کرد. خب این به هر حال ترسیم این جغرافیاست با همه خوبی‌هاش و اشکالاتش و خطراتی که میتونه داشته باشه. از طرفی اون زاویه که شما اشاره فرمودید که حقیقتش دغدغه اصلی روزگار ماست الان، یعنی الان از من بپرسید که متغیر بحرانی در فضای رسانه کشور چیست، خب آدم میتونه 10 تا 20 تا به اصطلاح مشکل رو ردیف بکنه، از جمله مسائل اقتصادی که همون ابتدای بحثمون راجبش صحبت کردیم، از جمله مسئله آموزش، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. اما از من بپرسید که فلانی از نظر تو متغیر بحرانی کدومه، من میگم اخلاق حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای دقیقاً اون نقطه تمایز بین خبرنگار و روزنامه‌نگار با پاپاراتزیه. یعنی پاپاراتزی
که حالا جالب. یعنی پاپاراتسی اخلاق حرفه‌ای نداره. نه ببین پاپاراتسی حالا اسمش هم بد نیست، ببین چطوری در اومد. یه فیلمی فلینی داره به نام زندگی شیرین، اونجا یه خبرنگار سمجی هست که مرتب از زندگی‌های خصوصی و اینا عکس میگیره. اسم او در زبان ایتالیایی پاپاراتزو بوده. پاپاراتسو مفرده، پاپاراتسی جمعه. یعنی ما از اون زمان این کلمه پاپاراتسی وارد ادبیات به اصطلاح سیاسی یا به عبارت ادبیات روزنامه‌نگاری شد. حالا پاپاراتسی یه مخلوط و ترکیبی است از کاراگاه، جاسوس، خبرنگار و باجگیر. یعنی ترکیب اینا، میاد از زندگی خصوصی افراد عکس میگیره، خبر تهیه میکنه، بعد اونو به روزنامه‌های زرد میفروشه یا باجگیری میکنه و کارش طی میشه. در حالی که یک خبرنگار و روزنامه‌نگاری مقید به یک به اصطلاح اخلاق حرفه‌ای است، آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای داره. غربی ها بهش میگن اتیکال کد. یعنی اینکه هر روزنامه‌ای برای خودش چارچوبای اعلام میکنه، هر خبرگزاری چارچوبای اعلام میکنه، میگه خبرنگاران من این چارچوبا رعایت. به عنوان مثال اگر با کسی میخوان مصاحبه بکنن از او اجازه میگیرند، اگر بخوان پخش بکنن از او اجازه میگیرند، به هیچ وجه هدیه و کادو قبول نمیکنن، چون این مصادف و میتونه باشه با اینکه اونها اون وجدان حرفه‌ای خودشون رو به اصطلاح نادیده بگیرن در جهت روشن شدن. حالا این که شما اشاره فرمودید فضای رسانه‌ای به اصطلاح عصر دیجیتال که امکان این فراهم میکنه هر کس برای خودش یک رسانه هم باشه، بنابراین زمینه حضور و ظهور پاپاراتسی ها رو بیشتر میکنه. یه مطلبی یهو می‌نویسن راجع به آقای جوان، میگن اینجور، از اساس نادرست و متاسفانه میدونه این مطالب خیلی زودتر هم شیوع پیدا میکنه تا آدم بیاد بگه این نبود اون بود، دیگه کل فضا رو گرفته و آبروی افراد رفت. این باعث میشه باز ما وارد این مشکل دیگه بشیم، سرمایه اجتماعیمون کاهش پیدا بکنه. اصلا خیلی درسته. بعضی وقتا این اتفاق میفته که مثلا از تلفن ما زنگ میخوره، تلفن من رامبد زنگ میخوره، برمیدارم میگه سلام من از خبرگزاری فلان، بعد شروع میکنه حرف زدن، بعد من مثلا یا جواب میدم یا جواب نمیدم یا موکول میکنم به یک روز دیگه و غیره و غیره، بعد میبینم همون اخبار اگر منم حتی نپذیرفتم اون جملات من با کم و کاست، حالا کاری ندارم، داره منتشر حتی پیدا میکنه. این خلاف اخلاق حرفه‌ای. و یه چیز دیگه که متوجه شدم یک روزی و این منو دست پای منو جمع کردیم بود که بدون اینکه اعلام بشه صدامون هم ریکورد میشه. بله. یعنی باید گفته بشه که من الان دارم صدای شما رو ضبط میکنم، این ولی گفته نمیشه و صدا رو ضبط. متاسفانه وجود همچه آدمایی تو سنف ما باعث شده که همه نگاه بدبینانه به روزنامه نگارا و خبرنگارا پیدا کنن. در ببینیم ما چطور راجع به پلیس میگیم که او باید حتما لباس فرم تنش باشه، وقتی میخواد شما رو جریمه بکنه سلام نظامی بده، مؤدبانه از شما مدارکتون رو بخواد و بعدم مؤدبانه بگه شما این خلاف رو مرتکب شدید و جریمتون بکنه. بله. تا اینکه مثلا فرض کنید کسی بدون لباس فرم یهو بپره جلوی ماشین بگه که من خواهم شما رو جریمه کنم. هر چیزی با اصول خودش رو داره. روزنامه نگار همینجوری است. باید به شما زنگ میزنه مؤدبانه بگه که من از فلان رسانه هستم. حتی اگر شما براتون سوال پیش بیاد که داره راست میگه یا نه، باید این امکانو بده که شما بتونید به او تماس بگیرید. و بعد حتما از شما باید برسه آمادگی صحبت دارید، بعد بگه من میخوام صدای شما رو ضبط کنم. شما میدونید ضبط صدا بدون اجازه افراد اصلا جرمه. بله. بعضی همکاران ما اینه رعایت نمی کنن. یعنی البته حق دارن. ببینید پیش خودش میگه که خب من آقای جوان گیر انداختم توی رودرواسی یا توی یه فشاری دارم باش سوال، اگه اینا رو بخوام براش بگم که خب میگه خب خدا حافظ خدا. مگه اینکه قول به من بده باشه شب میرسم خونه به من زنگ بزن این سوال. حتی یه نکته عرض کنم، چون وظیفه روزنامه نگار کشف حقیقته، وظیفش چک کردن ذریب هوشی افراد که نیست. یه هوی سوالی بکنن فرد آمادگی نداشته باشه این ارزشی نداره. مگه ما میخواییم که به اصطلاح هوش افراد رو یا مثلا میزان حافظه اونا رو ارزیابی بکنیم؟ ما میخواییم دیدگاه ایشون رو راجع به این مقوله بدونیم، بنابراین باید حتما بهش وقت بدیم او فکر بکنه تا روشنگرانه تر برای ما صحبت بکنه. درست. در زمینه اطلاعات اخبار البته بحث شده است که حالا من وقت
از بین شما اگر که کسی از آقای انتظامی سوالی داره، موضوعی داره میخواد که مطرح بکنه، میکروفون میتونیم در اختیارتون قرار بدیم که گفته بود بکنه. بله آقای امیرفضل. خیلی جالبه. سلام عرض کنم قربونت آقای امیرفضل، ببخشید من پشتم به شما. انقدر آروم و فصیح و بلیغ و همچین متین صحبت کردن که آدم یه جوری جذب شد، مثلا گوش و چش و دلش رفت و اینجوری شدیم که در میاریم. آره اینجوری شدیم که به به خوب مطبوعات، آره خوب یه سری مشکلات هم هست رفت میشه، بله، و خبر نداشتیم که الان انگار نشستیم توی یه جای آگوستیک، برای این بیرون از اینجا مثلا خبرنگارا و اجتماع این در رو واز کنیم اون بیرون پر از هیاهوه، این آرومی که داریم حرف میزنیم اون بیرون خبرنگارا دارن میگن آقا ما طرح ترافیک نداریم، امنیت شغلی ما چی میشه، وام خبرنگار، آقا وام خبرنگار قرار بود بدن چرا ندادن، بیمه، همه بیمه، همه که بیمه ندارن، خبرنگار نیستشون بیمه ندارن، آقا کارت مترو، خبرنگار کارت مترو نداره، یه سری ها طرح ترافیک دارن که اصلا به دردشون نمیخوره، خبرنگار نیستن، حقوق، آقا این خبرنگارا حقوق بشر نمیخوان داشته باشن، همین حقوق خودشون فکر کنید چقدر، آقا 950 تومن بوده الان شده 1,050,000 تومن، کرایه خونه ها چقده، اینا رو با هم مقایسه بفرمایید، حق و تحریر چرا سلیقه‌ایه، آقا مزایا و تسهیلاتم که اصلا ندارم قربونش برم، خیلی از بخشا داره تعطیل میشه در روزنامه و مطبوعات، اینم بدون من در باز کردم، پنجره رو باز کردم، سر صدا داره میاد، الان میبندم، من اصلا میبندم خدمت پنجره رو، خیلی از بخشا داره تعطیل میشه، چرا یکی از اشتباهات یک نفر اشتباه میکنه چرا همه تعطیل میشن قربونت برم، بعد چرا خبرنگارهای با سابقه کارت خبرنگاری ندارن بعضیاشون، ولی اونی که از راه میرسه هنوز چی بهش نشده کارت خبرنگاری داره، ها اینم روزه انجمن صنفی رو چرا تعطیل کردن آقا، بعد الان انجمن صنفی رو کردن توی خود ارشاد اونجا که خیلی ها که باید عضو باشن عضو نیستن، الان از اینکه انجمن صنفی ندارن مینالن خبرنگارا، برای خبرنگار هیچ جایگاه درست خاصی در کل تعریف نشده، من هم پنجره میبندم، چرا بعضی جاها مدیر غیر متخصص میارن میذارن، این همه جا هست خبرنگاران عزیز، همه جا هست، تو کار ما هست، تو همه جا هست، نگران نباشی، من تشکر میکنم باید. راضی بودید از جملات و صحبت آقای امیرفضلی؟ خب میکروفون بیارین. آقا تا حالا دارت بازی کردین؟ دارت با اون حرفی که اول جلسه من زدم دیگه این چیزا بهمون نمیخوره، شیطنت آخه نداره توش، دارت یک فرضش میتونه به حساب بیاد، چی میکروفون رو باید بزنی چه؟ نه من و شما یه دارت بازی بکنیم، کسی که باخت بقیه رو بستنی بده. باشه خوبه؟ راضی این بستنی بخوریم تو این گرما؟ اینا که در صورت بستنی تو رو میخوریم قبل بعد ببینیم من بعد پرداخت کنم یا آقای دکتر. خیلی خب کی سوالی نکته‌ای داره؟ بله اولا خیلی خوشحالم که شما رو میبینم بعد چند سال، من اگر خاطرتون باشه نمایشگاه مطبوعات آشنا شدم باهاتون اولین بار از دانشکده خبر، الان ایلام فراهانی هستم، خیلی خوشبخت. پرسش یا نقد من الان اینه که خب همون مقداری که از رسانه و اهالی رسانه توقع اخلاق حرفه‌ای داریم، توقع اخلاق و بازخورد حرفه‌ای هم از مردم یا شاید مسئولین هست. خیلی وقتها از من خبرنگار، اسم من خبرنگار جسارتاً میشه فضول، چرا؟ چون که یه سری اخبار منتشر میکنم که اسمش کشف حقایق نیست، به دلیل اینکه شاید برای خیلی ها گرون تموم بشه، شاید برای خیلی ها قشنگ نباشه، شاید اون مسئولیتشون رو به دلیل درست انجام ندادن، به دلیل صادق نبودن پیش مردم اون جلوه همیشگی رو نداشته باشه، اسم من خبرنگار میشه فضول، اسم من خبرنگار میشه کنجکاوی بیش از اندازه، و اینو ما زیاد دیدیم و تا الان کسی پاسخگو نبوده. من خبرنگار اگه فصلی کار بکنم کسی نمیاد به من بگه که تو امنیت شغلی نداری، چرا؟ ولی اگر که ویسی رو ریکورد بکنم و اجازه نگیرم همه ی صداها در میاد، اگر یه سوال بیجا بپرسم از علم کمم همه ی صداها در میاد. تا الان خیلی محفلای کمی بوده که عده خبرنگار رو جمع بکنن و بپرسن که خانوم آقا چیه مشکلتون توی عرصه خبر، توی رسانه دردتون چیه، چرا زیاد شنیده شده، ولی مثل برنامه خندوانه شاید یه برنامه اونم توی روز خبرنگار
که حالا سالی یک بار پخش بشه، سالی یک بار شنیده بشه و موکول بشه به همون سال. و امیدوارم که این امنیت شغلی، این اخلاق رسانه‌ای ما و بازخورد حرفه‌ای که همونجور که از ما توقع میره یک طرف نباشه. متشکرم. این پاسخ داره یا؟ بله بله, بله. اتفاقا حرفشون کاملا درسته و در واقع مکمل و بلکه پیش درآمد اون عرایض من، چون شما با بحث پاپاراتسی شروع کردیم، من مجبور بودم که این خودزنی رو بکنم. آها. یعنی بگم که ما خبرنگارا باید این اشکالاتمون رفع کنیم، اما مقدمه واجبش اینه که خانم فرهانی گفتن. بله. یعنی که ما باید آزادی رو به وجود، دو سه سال پیش حالا اشاره هم فرمودن نمایشگاه مطبوعات، شعار نمایشگاه مطبوعات آزادی مسئولانه بود، خیلی شعار خوبی انتخاب کرد و مطبوعاتیا. ببینید معناش این است که حکومت موظف اسباب آزادی و آزادی عمل برای رسانه‌ها رو فراهم بکنه، متقابلاً اونها از این آزادی مسئولانه استفاده بکنن. مهم. یعنی اینکه بی‌پروا نباشن با همون قیودی که من عرض کردم خدمتتون. این نمیشه که ما اولی رو فراهم نکنیم اون وقت فقط بزنیم تو سرشون بگیم دومی رو باید اجرا بکنیم. درسته. یعنی حالا مواردی هم که آقای امیرفضلی عزیز با اون بیان شیواشون اشاره فرمودن اینا هم هست دیگه. مثلا فرض کنید در باب کسب اطلاعات، بله ما میگیم که خبرنگار باید زنگ بزنه بگه من خبرنگار هستم دارم با اجازه حضرت عالی صداتون رو ضبط میکنم. خب اگه طرف بگه نمیخوام ضبط کنید تا خداحافظ، خبرنگار چیکار بکنه؟ در حالی که مسئولان موظفن اطلاعات بدن، موظفن روشنگری بکنن، تا بعد روزنامه نگار که ما میگفتیم دانش لازمه با اتکای به اون اطلاعات به اون آمار بیا تحلیل بکنه. این که نمیشه درها بسته باشه بعد ما بگیم ها شما باید ادب و رعایت کنید. این واقعا با هم باید به اصطلاح همپا باشه و همتا باشه. خب ما ببینیم الان یه قانونی داریم، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. من میدونم خیلی از مردم اصلا نمیدونن چه قانونی در کشور وجود داره. مطابق این قانون تمام دستگاه های کشور، در قانون اسمش میگه مؤسسه عمومی، مؤسسه عمومی یعنی هم دولتی ها، هم قوا، هم نهادهای نظامی، هم شهرداری ها، نهادهای عمومی، همه اینا میشن مؤسسه عمومی. هر سندی که به شرطی که محرمانه نباشه یک شهروند از اونا بخواد، اونا موظفن در اختیارش بذارن. فرض بفرمایید یه شهروندی میگه که من مثلا فرض کنید قراردادی که شما مناقصه بستید با یه پیمانکار راجع به این موضوع من اینو میخوام، اون دستگاه موظفی رو در اختیارش، اصلا مطابق خود قانون یا مادهش اینه، اصلا حق نداره بپرسه تو اینو برای چی میخوای. حتی حق نداره، میگه من میخوام. و بعد این قانون دو وجه داره، هم دسترسی به اطلاعات هم انتشار اطلاعات. یعنی الان یه سامانه درست شده، خرداد 96 افتتاح شد، برآورد ما اینه که حدود 1000 تا دستگاه مشمول این قانون هستن، تا الان حدود 500-600 تاشون پیوستن به این قانون. البته اونایی که نپیوستن باید حتما فشار افکار عمومی روشون باشه که چرا نپیوستید، اما اینایی که پیوستن مردم میتونن به این سامانه مراجعه بکنن و از اون دستگاه خاص اون اطلاعات خاص می. مطابق این قانون دو چیز البته جز استثناءاته، یک حریم خصوصی افراد، یعنی من نمیتونم به عنوان شهروند اونجا مراجعه بکنم اطلاعاتی که مثلا فرض کنین دانشگاه کشور داره یا مثلا صدا و سیما از آقای جوان داره بگه اینه به من بده، اون حریم خصوصی شماست. و دو اطلاع اسنادی که محرمانه هستند، یعنی داره محرمانه به بالا، یعنی داره طبقه بندی هستن. بله. البته در دراز مدت باید اون قانون هم اصلاح بشه. ما یه قانون داریم مصوب سال 54، قانون در اسناد به اصطلاح محرمانه دولتی، اونم طبعا باید با نگاه به این قانون اصلاح بشه. خب بیشترین مصرف کننده این قانون خود خبرنگارا میتونن باشن، یعنی با اتکای به این قانون به اون دستگاه بگن اطلاعات باید به من بدی و منم میخوام منتشرش بکنم، گویی که در اون سامانه اساسا اینا منتشر میشه. بنابراین مواردی که فرمودن کاملا درسته و این در واقع مطالبه همه ماست، چون منم بالاخره مال این صنف هستم، اگه مقام دولتی به اون معنای چی نیستم. آی دکتر بیاین با هم دیگه دارتو بزنیم که برای رفت آمدمون که بچه ها به بستنیشون برسن. آره بریم بیاین آره تکلیف بستنی روشن شده باشه. خب الان میخواییم مسابقه بدیم.
هر کدوممون، من 6 تا دارت، آقای دکترم 6 تا دارت، هر کدوممون بردیم بازنده بستنی ها رو حساب میکنه. آقا من آمادم، تشویق لطفاً. هیجان آی دکتر، امتیازم افتضاحه، 16 است. دو تا یک زدم میشه 2، یه دونه 16 زدم میشه 18. بفرمایید. من اعلام شکست بکنم اصلا اشکال نداره. نه اصلا امکان رو به راحتی ببرین. خب ما رو که کس تشویق نمی‌کنه. تشویق کنه. 3 وای 2 دست نگه دارید دوستان، ببینید چند امتیاز. یه دونه 2 امتیاز گرفتن، یه 3 گرفتن، یه دونه زدن توی دوبل 7 یعنی 14، درسته؟ 14 و 2 19، کلش جمع 19، من 18 شما 19. خب یه ستای دیگه میشد همونشه. میخواین جای ستای بعدی شما رو آقای امیر فضلی بزنیم؟ آقای امیر فضلی بله بله. بزن جای من، خواهش میکنم. باعث افتخار برای من افتخاره. چقدر امکانات آره زیادی بابا این امکانات رو بده به من. حتی من ها میکنم. من اصلا نمیدونی الان چقدر احساس میخوای اول شما بزنیم؟ نه تا من هم کاشم بزنیم. تشویق و موسیقی احساس آقا دو تا 13 26 یه دونم 14 در جمع 40، درسته؟ بفرمایید. 40 و 18 58. خب الان من بزنم؟ بزن. باعث افتخاری. برای من افتخاره. تمنا می‌کنم. تشویق و موسیقی. آقای دکتر خیلی موفق. این چیه؟ بابا میداد خدا آقای دکتر بزن خارج از کار. بعدی رو بزن خارج از کار. میزنم تو لنز جور بزن. آقای خدا نه بزنی. نه قبولش دارم. قبول کردم. بیان خودتون بزنی. بابا بیان. بیان آقای دکتر. من دارم فکر میکنم نکنه دستیسه کردین حسیت من روی آنتن تلویزیون داره. چه دست همیشه میخوره. ما هیچ تأثیری تو این دست یه بار دیگه جزب این دفعه درست میزن. دستیسه پذیر نیست. دوباره تشویق. یک دو تا 12 24 با یه دونه 25. من بردم. فهمیدین چرا درست نزدم؟ برای اینکه بار مطبوعات منو سنگین کرد. آره. بسیار عالی. بفرمایید دکتر. خب اگر کسی مستقیم از خود آقای دکتر سوالی داره بپرسه و بعد بریم بیایم که میخواییم بخش بعدیمون رو بپردازیم. سلام آقای دکتر، واقعیت اینه که همه همکارایی که اینجا حضور دارن اکثرا از جوانها هستن. جا داره که از پیشکسوتامون ذکر خیری کنیم، مخصوصا برای اردشیر خان لارودی که تو بستر بیماری هستن آرزوی سلامت و بهبودی داشته باشیم. اقداماتی که شما در معاونت مطبوعاتی انجام دادید، مثل طرح اشتراک، مثل بیمه، مثل همین سند روزنامه نگاری و اینها، خیلی اقدامات خیلی مثبت و عالی بودند، اما ادامه دار نشدن متاسفانه. مثل همین بیمه که از سال 97 قطع شد و کمک یارانه‌ای که برای بیمه ها داشتی، بیمه دوستانمون داشتید، و این باعث شد که خیلی از دوستانمون که در این سمت داشتن فعالیت میکردن از این مزیت برخوردار نباشن. دوست دارم که این اتفاق دوباره انجام بشه. خیلی از همکارای ما دیگه بیمه نیستن، با این کمک یارانه‌ای که مدیران مسئول میگرفتن بیمه میشدن، و امیدوارم که این اتفاق دوباره احیا بشه. این بحث بود که در خدمت شما بودم. ممنونم. خودشون از مدیران موفق مطبوعاتی کشور هستن و خیلی هم مایه افتخار جامعه مطبوعاتی کشور هستن. عرشبت راجع ببینید، بسته حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مطبوعات خب به زودی منتشر میشه.
در اونجا گفته میشه که محور حمایت ها در سال جاری چی هست؟ یعنی چگونه این یارانه توضیح میشه؟ چون بالاخره وظیفه دولت اینه که کمک بکنه به مطبوعات با همون مقدماتی که در ابتدا داشتیم به وضع اقتصادی مطبوعات نامشکل هستش. بعضی از اینا بحث های زیرساختی است، مثل بحث توزیع که یکی از بالاخره مشکلات مطبوعات هست. طرح معمولا اشکالاتی داره که باید اونها رفع بشه، رو به کمال حرکت بکنه، این رو که حتما قبول داریم. راجع به بیمه کاملا درست میفهمید، یکی از افتخارات دولت آقای روحانی این بود که و هست که در سال 92 مجموع کسانی که در رسانه‌های مطبوعاتی و خبرگزاری‌ها و اینا بیمه شده بودن حدود 5000 نفر بود، الان این تعداد حدود 16000 نفر. دلیلش اینه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اومده به مدیران رسانه‌ها گفته درست مطابق ماده 46 قانون مطبوعات شما موظفید همکاراتون رو بیمه بکنید و باید هم این کارو بکنید و ما به نیابت از حقوق روزنامه‌نگاران باید رو شما فشار بیاریم، اما میدانیم که شما مشکلات اقتصادی دارید و اینو نمیتونید تأمین بکنید، لذا ما میایم بخشی از یارانه شما رو به میزانی که همکاراتون بیمه کردید، اون پولی که به حساب سازمان تأمین اجتماعی ریختید، ما به شما برمیگردونیم. این فرمولایی هم داره که حالا سرتون رو درد نمیارم. این باعث شد که رسانه‌ها در اجرای اون وظیفه‌شون کوشا باشن و عرض کردم که یهون عدد 5000 به 16000. خیلی از همکاران مطبوعاتی ما تو این دو سه سال بیمه شدن و ما معتقدیم که امنیت شغلی که اشاره هم فرمودن بعضی از دوستانمون در گروه اینه که خبرنگار رو مدیر خود اون رسانه بیمه کنه. من شخصا مخالف اینم که دولت بیاد خبرنگاران رو بیمه بکنه. ممکنه بگید بابا این که کمکی است، نه، باعث میشه خبرنگار وامدار دولت بشه، در حالی که خبرنگار قرار منتقد باشه. وقتی او هر ماه پایان هر ماه به یه مدیر دولتی چشمش دوخته باشه که او باید بیمه او رو رد بکنه، یک ماه که به اصطلاح حرفی میزنه، انتقادی میکنه، از بالاخره ما متاسفانه ظرفیت های لازم رو که نداریم، این باعث میشه بیمه او دچار اختلال بشه و عملا در مشکلاتی ایجاد میشه. اما وقتی که مدیر رسانه او رو بیمه میکنه، طبعا بنگاه های مطبوعاتی شکل میگیره، کم کم به اصطلاح تداوم کار رو اینا فراهم میشه. انشالله اینا ادامه باید پیدا بکنه. ممنونم از شما. آقا بازم دارت؟ نه دیگه، بریم بیایم و جناب خانم بهمون اضافه شیم. بریم اونجا. یک، دو، سه. خانم‌ها و آقایان، جناب آقای دکتر حسین انتظامی اینجا هستن، جناب خانم بهمون اضافه شده. جان جان چطوره؟ بابا عالی، چه خبرنگارا پایه ایان رام بود. خیلی گرمنا. ای والله ای والله، ماشاءالله ماشاءالله. این بسا چیه را انداختی؟ خبرگزاری نعنا. خوبه؟ عالی. یعنی چی؟ یکی از رام بودی که از مهمترین خبرگزاریا، خب جایی که سبزی پاک میکنن، تمام اخبار اونجا رد و بدل میشه. زنون مردونم نداره. تا بشینی پای بساط سبزی خبرام میاد.
میگم آقا چطوری؟ خوبی؟ از کدوم خبرگزاری هستی شما؟ خبر ورزشی؟ ما هم از خبرگزاری نعنا هستیم، خوشبخت رو میبینیم. سلامت باش، شاکرم، قربان. میگم راستی؟ گوشواره خوب الان تو بازار چنده؟ گوشواره خوب؟ بله بله. آخه چجوری بگه خبر ورزشی؟ غیر ورزشی بود سوالم؟ آره گوشواره. ببخشید. آگهی گوشواره است. حال کردی؟ حال کردی منظورم آگهی گوشواره است. فهمیدم. من اشتباه فهمیده بودم. عذرخواهی میکنم. میکروفون ندارین شما ها؟ جان؟ شما ها میکروفون ندارین. من هی میام کوتاه بیام نمیشه. گوشواره بستگی به تیراژ روزنامه داره. شما بهتر از من میدونی. میگم تیراژ روزنامه تونو میشه لو بدیم؟ نه متاسفم. جان تو بگو. نمیشه. چرا این قضیه ناموسیه تو روزنامه؟ نه جدا آقای دکتر شما بفرمایید. چرا تیراژ روزنامه یه چیز ناموسیه؟ والا چه بگم؟ هیچ کی لو نمیده. آره هیچ کس نمیگه. خب دیگه براشون مهمه و نوعی جزء اسباب محرمانگی اونها تلقی شده. یه مدتی مطبوعات می نوشتن. مگه ما نباید به انتشار اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشیم؟ بله. مگه خودتون نفرمودین این قانونه؟ و چرا روزنامه ها خودشون قانون رعایت نمی کنن؟ عصبانی نشو. پس چرا روزنامه هایی که میگن اطلاعات باید آزاد باشه خودشون تیتر ایراجشون رو نمیگن؟ این انتقاد درستیه جناب خانم، به ما یاد دادن. بله. حق دادن به اعتراضتون. آوردت رام بود؟ خیلی خوب. جنگ بود کارم. تو تا حالا کار خبرنگاری کردی؟ بله بله. واقعا کردی این کارو؟ بله، زیر دست عمه اخبر. عمه اخبر. بله بله، خواهر کوچیکه عمه سخت‌تره. خیلی تو کار خبر حرفه‌ای رام بود. آفرین آفرین. یعنی جوری سبزی پاک میکنه خبرای میگه. دیوونه میشی رام بود. و تو این مرحله شاگرد استادی تیک کردی؟ گذروندم، بله گذروندم. آفرین. ببخشید ما تو بحثتون باید. خواهش میکنم. سلام علیکم. آقای دکتر، خبر خوب چی دارید برای خبرنگارها و جامعه مطبوعات؟ حتما باید خبر خوب داد. بگیم. جان تو بگوی، خبر خوب بگوی. نگفتم یه خبر خوب، جان تو بگو. هر شبت این قانون مطبوعات که به زودی میره مجلس، این یه بازنگری جدی و مبنایی شده در قانون مطبوعات موجود. این اسباب کار ما رو خیلی بهتر فراهم میکنه. به عنوان مثال در قانون موجود ما در ماده 6ش 12 محور داریم، میگیم اینا مثلا حدود مطبوعاته، از اینا نباید تخطی کنن. موارد دیگه هم در مواد دیگرش هست، جمعا میشه 20 مورد در اینجاست. ضمن این که در قانون مجازات اسلامی هم هر عملی جرم باشه اگر از طریق مطبوعات باشه بلافاصله باز میشه تگ جرم براش زد. این خب دست و بال مطبوعات رو خیلی مثلا محدود میکنه. در حالی که ما اگه به دنبال مطبوعات آزاد هستیم باید رژیم حقوقی اونها افتراقی باشه به اصطلاح، یعنی بگیم برای اینها قوانین خاص نوشته میشه. در قانون جدید که پیشنویس تایید شده، عرض کردم ان شاء الله در مجلس به زودی تصویب میشه، فقط چند محور گفته شده اینها جرم مطبوعاتیه و در غیر از اینها اصلا در مطبوعات جرمی محقق نمیشه. که یکی از اونها مثلا فرض کنید بحث حریم خصوصی است، یکی است امنیت ملی است. و اون وقت مرجع رسیدگی هر کدوم از اینها را مشخص کرده. من فکر میکنم اگر این فضا چه بشه جناب خان در چه حالی؟ مو کلیت حرف شما رو گرفت. بله و در انتها سلامتی سلامتی مخلصم. سلامتی جناب خان که ما رو هم مستقیم شنیدین. امیدوارم شنیده باشین خبر خوبی که آقای دکتر گفتن رو. همه حواس اونجا بود. آره معلومه دیگه، شما وقتی جناب خان میارید کسی به ما گوش نمیده، بازار ما کساد میشه. اختیار رامبد. بله. تو میدونی مهمترین سوالی که یه خبرنگار تو زندگیش میتونه بپرسه چیه؟ چیه؟ اینه که حق و تحریرا رو کی میدن. این مهمترین سواله. خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز. اگه اجازه بدین من هدایا رو تقدیمتون بکنم. شما هم دیدتون شده، باید زودتر برین. و آقای شاه حسینی رامبو جان. بله. یه سوالم از خودتون داشتم. جانم در خدمتم. رامبو. بله. توی این روز عزیز خبرنگار، خب چه خبر از نگار؟ آفرین. جا
خوبه، به تو حتما سلام میرسونه، به همه سلام میرسونه، مشغول بازی توی فیلم آقای شهبازی. سلامت باش. من آقای کتاب پاریس از دور نمایان شد، پاریس به روایت مسافران دوره قاجار علی اکبر شیروانی تقدیم شما. مخلصم. خیلی خیلی ممنونم. هدیه 780 تقدیمتون. مخلصم. و این لوحمون که خیلی برامون عزیزه، لطفا یه جای بذارین که ببینیم. تقدیم شما از طرف شما. خیلی خندوان میخوام. مخلصم. بازم روز خبرنگار به شما تبریک میگم. مخلصم. براتون آرزوی سلامتی. ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. سلام. بفرمایید. بریم بیایم. بریم بیایم. شما نکته ای ندارین؟ شما خود نکته ای داری رام بود؟ نه دلم برای تو تنگ شده. پس یه بوس بده بیا بینم. یه بوس بده. آها. ولی واقعا اگر عکس با جناب خان، سلفی با جناب خان به عنوان جایزه براش در اومده بود. کی؟ آبی موبایلتون کجاست؟ پیشتونه؟ رام بود؟ بله. ایشون عکس با مو افتاده؟ بله بله. خوی بعدن منتشر میکن شر میشه. ما بعدن توضیح بدم بگم ایشون کیان؟ شرش کجا بود؟ بابا الان 100 تا خبرنگار اینجان. هر کدوم اینا عکس ما رو منتشر کنم خوی از این خبرنگارای پاواروتی اینجا نباشه و پاواروتی نه پاپاراتزی بعد دیگه پاواروتی آره واقعا خدا رحمت کنه پاواروتی رو. نه ولی این اتفاقا در جای امنی هستی به خاطر اینکه همه وجدان حرفه‌ای و اخلاق کاری دارن، اخلاق حرفه‌ای دارن و هیچ چیز غیر از این چیزی که وجود داره منتشر نمیشه. جان شما پس بنویسید، ما نسبتی نداریم. ما جای دختر شما، ما تصادفاً با هم آشنا شدیم. آماده؟ جان یک دو سه چیکیلیک رامبود بفرمید. رامبود رامبود بله رامبود رامبود بله رامبود رامبود میگم با اینا 200 تا خبرنگار اینجا جمعن خب یه چند تا کار حاشیه ساز بکنیم بیریم رو سرتیتر خبرها. مثل چی؟ قلیون بیارم؟ نه جدی قلیون بیارم؟ من در حالت عادیشم اهلش نیستم. میدونم ما هم نمیکشم. گفتم جلو اینا دو تا پک بزنیم. فردا میریم بالا. خوبه؟ بعد چی فکر میکنی منتشر میکنن راجبمون؟ چی ممکنه بگیم؟ خبر منفی چیه؟ مثلا چی دیگه؟ بگو چند تا تیتر الان برن برامون. خبر منفی میزنیم بعد بدآموزی داره. جناب خان همه انتظار دارن از شما چیزای خوب یاد بگیرن. میدونم میدونم. خب مثلا یه تیتر بعدش الان بگو. بعد بگردیم دنبال نشریات زرد اونا رو. الان ما دو تا مثلا قلیون بکشیم شما چی میزنی؟ جناب خان الگو معتاد شد. الگو معتاد شد. چی؟ جناب خان در مه شما چی؟ قلیوانه. دیدی؟ به نظر ما تیتر بهترین دود رامبو در چشم جناب خان. موافقی؟ خیلی تو آتیش باری. بریم بیایم. بریم بیایم رو به اونجا همه محکم بگیم بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. اون چیه که میره جلو بازمونه خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه، میبره از روش خندت کوش خندوانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندوانه، به کلی آدم زحمت کشیدنم خندوانه ساختم دیدنم، که نکنه دلت بگیره خستگیتم در که میره. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقا میکوبه، بگو تو هم یه بار دیگه. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقا میکوبه میکوبه. چیه که میره جلو بازمونه چیه که همه رو میخندونه خندوانه، میبنه از روش خندت کوش خندوانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش.
کلی آدم زحمت کشیدن و خنده وانه ساختم دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیتم در که میره وقتی شروع میشه همه چی خوبه هرکی میبینه میدونه تو دلمون عشقا میکوبه بگو اینا یه مالیه وقتی شروع میشه همه چی خوبه هرکی میبینه میدونه جلو بازمونه خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه میبره از روش خندت کوش خندوانه هر جا هستم شبکه نسیمی کوش خانم ها و آقایان و مطبوعاتی های عزیز روز خبرنگار رو بازم بهتون تبریک میگیم شم آخ داره اینو لطفا زودتر فوت بکنین قبل از اینکه آب بشه از طرف همه شما که اینجا نیستین و نماینده هایی که اینجا هستن شم رو فوت میکنن و دست میزنیم لطفا 1 2 3 یه اینجا مانا مانا تقی‌پور اینجا کی من این ماره ببینه مانا تقی‌پور تولدشه تولد به تبریک میگم ایشالله که تو هم همیشه سرحال قبراق باشی رئیس اینجا روز خبرنگار به دنیا آمده باباش هم خبرنگاره ببین چه کرده این پدر خب مردم عزیز ایران براتون آرزوی سلامتی میکنیم در کنار خانوادتون باشید راضی باشید پر روزی باشید و اینکه سعی میکنیم همیشه برای شما لحظاتی رو خلق بکنیم که شما حال خوب داشته باشید و شما رو خیلی دوست داریم خیلی آرزو میکنم هر کدوممون همیشه منتشر کننده و ناشر حقیقت و درستی باشید خوب باشید باز هم روز خبرنگار مبارک رو به اونجا 1 2 3